برای بررسی بیشتر جزئیات این خبر همراه میشیم با دکتر عباس علی غلامی، پزشک و کارشناس دارو و درمان شهرستان نکاح که از مازندران به ما پیوسته. سلام، وقتتون بخیر. جناب دکتر، به نظر شما دلایل افزایش مرگ و میر در ایران ناشی از چه عواملی است؟ با یاد و لقمه خداوند باری تعالی، عرض سلام احترام خدمت شما و مخاطبین محترم برنامه‌تون. گزارش بسیار خوب و مبسوطی رو ارائه کردین که در تکمیل اون برای دلایل افزایش مرگ میر در ایران باید عرض کنم، اولا اینکه مشابه تمام جوامع روبرشت دنیا، رشد جمعیت مطلوب و اپتیموم در ایران دستخوش تغییراتی شده. همونطوری که میدونیم جمعیت ایران رو به پیر شدنه و پیری هم ملازم مرگ و میره. از طرفی امید به زندگی ارتباط بسیار تنگاتنگی با تمکن مالی داره و این روزها مشکل اصلی قاطبه ایرانی ها مشکل مالیه. مشکل مالی ارتباط مستقیم و تنگاتنگ با عدم تغذیه مناسب و همچنین عدم برخورداری از خدمات مناسب بهداشتی درمانی رو متعاقب اون باعث میشه. وقتی سرانه مصرف سالانه گوشت قرمز به مرز فاجعه آمیز 4 الی 5 کیلو در سال میرسه، چیزی که جز فاجعه آمیز ترین در دنیا، حتی از افغانستان و فلسطین هم پایین تره. و از طرفی دلیل سوم آخر این که با پدیده عجیبی در ایران اخیراً مواجهیم، اون افزایش محسوس سادندد یا همون مرگ ناگهانیه که در قشر میان سال خصوصاً 45 تا 59 سال در ایران دیده میشه، که فشار سنگین مالی به همراه استرس روحی روانی عامل اون هست. خدمتتون. بله، مشکلات اقتصادی و درمانی و بهداشتی تا چه حد در افزایش این آمار تاثیر داره؟ تاثیر اصلی رو در افزایش مرگ و میر همین مسئله داره. وقتی دریافت پروتئین در بدن به مقدار فاجعه آمیزی کم بشه، یعنی آمینو اسیدهای لازم جهت ساخت گلولای سفید بدن که سیستم دفاعی بدن رو تشکیل میدن، وقتی این دچار اختلال بشه، عامل پاتوژن یا بیماری به راحتی بدن رو دستخوش حملات خودش قرار میده و به دنبال اون مرگ زودرس رو در جاهای مختلف بدن باعث میشه. از طرفی وقتی اوضاع اقتصادی رو به خامت میره، جامعه افسرده میشه و استرس و فشار، شاهد این هستیم که سکته های قلبی مغزی، یعنی همون استروک های مغزی و قلبی، به صورت فاجعه‌باری بالا میره. بله. اقتصاد در خامت به صورت محسوسی دریافت خدمات بشه درمانی رو هم در قشر کم درآمد جامعه باعث میشه، که اون هم باعث بالا رفتن مرگ میر در این قشر عموما میشه. در خدمت. بله جناب دکتر، چه توصیه هایی میتوان برای جلوگیری از افزایش مرگ و میر به دستگاه های دولتی و مردم داشت؟ همونطوری که در گزارشتون اومده و بنده عرض کردم، مسئله بحث اقتصاده و دلیل اصلی در این مشکلاتی که گفتیم ناشی از اینجا میشه. برای همین لازمه که سیاسیون جامعه فکر به حال این موضوع کنن و اقتصاد که ریشه در مشکلات اقتصادی، معضلات اقتصادی جامعه که ریشه در سیاست داره، سیاسیون دست به کار بشن، سیاست ها رو بایستی تغییراتی بدن و به جریان عادی اقتصاد دنیا برگردن، ایران از انزوا در بیاد و به تبع اون اقتصاد جامعه ایرانی هم به شکوفایی برسه. از طرفی پویایی جامعه ایران بالا بره و این باعث میشه امید به زندگی در همه بهتر بشه و اون هم ارتباط تنگاتنگ داره به فرایند و سازوکار دموکراتیک در جامعه، این که به سمت سویی بریم که گزینش‌های عادلانه‌ای باشه و عدالت در اون به نحو محسوسی دیده بشه و هر کسی از ایرانی این احساسو داشته باشه که در فرایند تصمیم گیری نقش داره و این خود باعث شادابی همه میشه. از طرفی هم مسئله زیست محیطی رو ما که از اولویت خارج این که تمام هزینه ها رو این بلند پروازی های ایران در منطقه داره میبلعه رو سمت سوشو بدیم به محیط زیست و ارتقای وسایل زیست محیطی کشور، و از طرفی کشور جدی گرفته اخیراً طرح جوانی جمعیت رو که این
البته طرح خوبی از بهار امسال شروع شده، طرح که هزینه مالی و مدیریتی بالایی رو دارن براش میکنن، تنها طرحی که عملا داره میشه، البته کافی نیستش ولی خوب لازمه. در خاتمه اون چیزی که مسلمه مشکل نیستش که آدم رو از بین میبره، واکنش آدم نسبت به مشکله. من توصیه میکنم به ملت عزیز ایران که مشکلات رو خواهی نخواهی کمتر جدی بگیرن تا کمتر در معرض آسیب اون باشن. متشکرم از وقتی که به بنده دادیم. ممنونم از شما دکتر عباس علی غلامی، پزشک و کارشناس دارو و درمان شهرستان نکا از مازندران.